من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رو نمیگید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه. درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون. با عرض سلام و خسته نباشید به برادران حقگو و حقیقت جو. والا چی بگیم، از کجا بگیم، درد را از کجا شروع کنیم؟ خدایی ما ملت ایران بدبخت و بیچاره ایم. در میوه فروشی ها می رویم کمتر از 200 و 300 نیست برای یک مستضعف فقیر که پول نداره، برای غنی که مشکلی نیست. میوه فروش پلاستیکه هایش را می گیرد می آید بیرون. بیمارستان میلیاردها پول، خبری نیست. میلیون ها پول از مردم بدبخت، 17 میلیون و 18 میلیون به خاطر بستری کرونا می گیرند. این درد است، درد. مسئولین، شما را خدا به داد مردم برسید. شما را به اون خدایی که می پرستید به داد مردم برسید. ما ماندیم صدای خود را در کجا به کی بذاریم؟ راه و چاره برای ما بسته شده. لطفاً صدای ما را پخش کنید تا به گوش مسئولینی اگر کرن بشنوند. به کلی دستندرکاران شبکه کلمه و قبولی طاعت و عبادات در درگاه الله زرزر و اگه قابل بدونیم بخواهی این شعر بخونم که اگه ممکنه پخش سراسری بشه. گر تو خانی کلمه توحید در وطن، خیانت و جاسوسی برای زاده شد. خدمت خالص خیانت است در شهر ما. شهر ما در خدمت مشرکان آلوده شد. شهر ما فاسق و فاجر بود، می بود زیبا. زیبایی شهر ما با شرک شما آلوده شد. دایره ایمان شد مثلث یا اشکالی دیگر. به هر شکلی که مشرک خواست شکل داده شد. به کدامین عقل مسلمان موحد گردد بیشعور؟ منافق بیشعور است گرچه مسلمان زاده شد. نفاق و درویی برتر است در شهر مشرکان. ریاکار و چاپلوسی مفتخر است چون درجه داده شد. عاقلا سخن به تو گویم از شهر مشرکان. دایره ایمان پاس دار اگرچه شخصیتت ضایع شد. اجر خیش از خدا خواه و ناامید مشو. ناامیدی و یأس در شهر مشرکان شایع شد. در شهر شرک شاه بودن نیست بر تو افتخار. در شهر ایمان گدایی کردن رحمتی است که داده شد. این علم یقین است که ترا کند مطمئن. بدان گر مطمئن نباشی در اعتقاد توحید هستیت ضایع شد. عبدالله سخن گفتی آشکار در شهر مشرکان. مشرکان آمادند برچسب وهابیت داده شد. با سلام خدمت دوستان عزیز. یه سوال داشتم از مردم جهان، مخصوصا از مسلمان ها، از کشورهای همسایه افغانستان، از کشورهایی که ادعای حقوق بشری دارن. میشه یکی جوابمو بده که چرا نمیخوان افغانستان پیشرفت کنه؟ تو این دنیایی که ما چند روزی بیشتر زنده نیستیم و آیندهمون مشخص نیست، چرا نمیخوان که افغانستان پیشرفت کنه؟ تمام کشورهای جهان در حال پیشرفتن، اما تا افغانستان در زمان پادشاهان مختلف، در زمان حکومت‌های مختلف خواست روی پای خودش وایسته، زدن به زمین، زانوهاش را قطع کردن. میشه یکی جواب سوالم رو بده، چرا نمیخوان افغانستان پیشرفت کنه؟ میخواستم بگم این آقای شل سعدی با این دموکراسی که میخواد در ایران بیداره، آقا در کشوری که چندین ملت زندگی میکنن، اگر حقوق این ملت ها را به رسمیت نشناسن، چطور دموکراسی اصلا جا میفته؟
این سوال از آقای شعله سعدی پرسید. الحمدلله رب العالمین، در تاریخ خلقت بشری کثیف‌تر از اعتقاد کذب مهدویت در سپاه اسلام مردم اسلام نیست. یک قطعه شعری من پیدا کردم، توجه بفرمایید. ای ندای مؤمنین و مؤمنات، مهدی بیا ای که داری هر زمان یک جانشین. مهدی بیا پیروانت دختران خردشان، سر می برند نانشان در خون زده، با خون دختر می خورند. کودکان کار با فقر و تجاوز روبرو، غیر از آن هم جانیان سد معبر پیش رو. کولبر را تیر خشم مرزبانانت بکشت، کودک کاری که جای نان به فرقش خورد مشت. یک طرف کوه و مراتع خانه و ویلا شده، یک طرف از سقف کوته قامتی دلا شده، این طرف سقفی به روی مادری آبار شد، آن طرف دزدی مسئولین من انکار شد. سمت ما آبی برای خوردن و احشام نیست، سمت دیگر بس بنوشد می نداند آب چیست. سوی ما از بهرنانی جان خود باید بداد، سوی دیگر زندگیشان هست بر وفق مراد. مادری از بهل طفلش تن فروشی می کند، مؤمنی حتی به او هم کم فروشی می کند. آن طرف در یک پدر کلیه اش رازد حراج، تا که بتواند دهد بر جانشینانت خراج. آن طرف ملایی از قبه رباخاری بگفت، این طرف مأمور بانک خندید بر آن حرف مفت. بانک های پیروانت از رباخاری مریض، مردمانی خسته از احکام پر ضد و نقیض. دیگران فکر فضا و ما به دنبال غذا، دیگران در جشن و شادی ما در اندوه و عزا. قوت قالب جای نان خون جگر شد فهم من، جای آب و برق مفتی جان ما شد رایگان. پیروانت هر کدام از دیگری فاسد ترند، از برای لقمه نان آبرویت میبرند. از برای کودکان سوریه غزه یمن، گیرند از طفلان میهن لقمه نان از دهن. پیروانت از برای طاعت با کیفیت، سوی امریکا و کانادا روان با قطعیت. این طرف با بیهجابی مانع باران شدند، آنوری ها سوی غرب و خسته از باران شدند. ای ندای مؤمنین و مؤمنات، مهدی بیا ای که داری هر زمان یک جانشین. مهدی بیا، منظور مؤمن و مؤمنات مسلمان ها نیستند، پیروان عبدالله ابن سبع یهودی هستند. ای ملت آزاده، هر جا دکل برق دیدید که از مملکت داره میره بیرون، لوله های قطور آب دیدین که داره میره عراق و ترکیه و کویت، انقلابی قطعش کنید. الله یاور مسلمانان و مسلمین و کل ملت ایران باد. و السلام علیکم و رحمت الله. من از شما میخوام که صدای منو به همه برسونید. ما ایرانی ها درد داریم. به شما هنوز از رو نمیدید و اصرار دارید به حرفای باطل خودت. درود به شبکه یک کلمه، درود به انسانیت شما. و تلویزیون ملی ما تلویزیون کلمه است، نه تلویزیون خودمون.